سفری داشتم به ازبکستان، به تاشکند. بله ما و یک دوستم آقای امین ترزی، ما در ساعات بسیار ناوقت شب قدم می زدیم در کوچه های شهر تاشکند. بله شما باور کنین که در کوچه رفتیم که از 30 خانه صدای آمد، زایر بلند بود. بابا یعنی حتی ازبکا که زبانشان زبان ازبکیست یا تقریبا ترکیست، بله اونا هم احمد زایر می شنیدن. و وسعت محبوبیت احمد زایر واقعا مرزها را به اصطلاح در عبور نوید کرده و عبور بله کرده. و ببینید در تاجکستان چقدر محبوبیت داره. از افغانستان که شما باور کنید در تاجکستان احمد زایر بسیار محبوبیت داره. بدون و شک بدون شک در فکر میکنم در یکی از پوهنتونهای شهر دوشنبه یک دپارتمنت به نام دپارتمنت احمد زایر تأسیس کردن. واو چی بله، جالب یا احمد زایر شناسی. ای کاش در دولت ما، در کشور ما هم یک دولت فرهنگ دوست و فرهنگ و و و یک دولت می بود که به هنرمندا و بزرگا، متفکرین و نویسندگان و شاعرها هرج میگذاشتن. و ما همیشه آرزوی من می بود که اگر خداوند یک روز برای ما یک چانس برابر شود که در دولت افغانستان یک مقام داشته باشم، ما استودیوی بزرگ رادیو افغانستان مسمی میکردم به نام احمد ظاهر. بله بدون شک. اگر ما زنده نبودیم، اما این توصیه به بازمانده هاست و به افراد و اشخاص است که اگر در آینده یک مقام را در دولت افغانستان اونا به دست میارن، کوشش کنن که استودیوی بزرگ رادیو افغانستان به نام احمد ظاهر مسمی کنن. و همچنان اون مجسمه هایی که در دهلیز یاد رادیو تالار افغانستان. رادیو بله افغانستان بود، من هم به خاطر توسط دارم. بله طالبا خراب شده یا منهدم شده، چقدر نه تنها اونا رو پس بله. بازسازی کنن، سر جایش قرار بتن، یک مجسمه هم از این هنرمند بسازن و اونجا بگذارن تا باشه که تاریخ آینده ما یا نسل های بعدی ما بفهمند که کشور ما در گذشته افتخارات داشته، تاریخ داشته و فرهنگی داشته. و احمد زایرم فخر افغان بوده. فرهنگ. بله شما از ما سوال کردین، من میخوام از شما سوال کنم به خاطر که قسمی که ما آگاهی دارم شما بعضی از اشعار خود احمد زایر سرودین آهنگایشه و در این زمان میخوایم خاطره شخصی خودتان با احمد زایری، خاطره جالبتان بر بیننده های ما بگوین. والا یعنی از نوجوانی که ما با احمد زایر دوست شدیم یا رفیق شدیم، اصلا 14 سالگی بله. تا وقتی که احمد زایر شهید شد، البته در اواخر زندگیش یا روزهای زندگیش کمتر ما که دیگه خود میدیدیم، به خاطر اینکه شرایط در افغانستان تغییر کرده بود و رژیم کمونیستی ترکی روی کار آمده بود. اما ما هر روز و هر اگر بگویم هر روز شاید کم بگویم، اگر بگویم هر لحظه شاید مبالغه کنم، اما من خاطرات بسیار بیشمار از این هنرمند دارم. یکی از خاطرات ما ایست که یک وقت ما در جمنازیوم پوهنتون کابل یک کنسرت داشتیم. کنسرت از احمد زاهر بود و میرمون جیلا بود. بسیار خوب. بله کنسرت، یک هفته ما کنسرت داشتیم در ادیتوریوم پوهنتون کابل. اما به اندازه این کنسرت استقبال شد که ما تصمیم گرفتیم تا یک کنسرت در جمنازیوم بدیم. اوه چه جالب. بله این کنسرت کاملا آماده بود و تصادفا یک اطلاعیه بگویم یا خبر رسید، گویا یک ده محصلین پوهنتون که تعدادشان انگوش شمار بود 3-4 نفر بر رهبری جلیل آمد مسعود جمال که اینا مربوط جنای پرچم بودن، اینا برای چپی ها اینا میخواستن این کنسرت به اصطلاح تخریش کنن و در صدد ازی بودن تا در جریان کنسرت یک لطمه وارد کنن، یک لطمه وارد کنن و احمد زایر همه تخم مرغ بزنن. بله بعد از او قرار بود کنسرت شروع شود و ما برلاوی که جاز می نواختم یا درم می نواختم در گروه آماتورای عبیبی هم، ما رهبر همی ارکستران بودم. ما این طرف و طرف هرچی گشتم دیدم احمد زایر نیست. بالاخره بر ما دکتر صادق فطرت ناشناس مورد تصادف هم دیدم، گفتم چی شد احمد زایر؟ گفت احمد زایر رفت. گفتم چرا؟ گفتم تو یک دسیسه را یک در محصلین پوهنتون بر رهبری مسعود جمال چیده بودن، برای انداخته بودن و میخواستن که این کنسرت به اصطلاح مختل بسازن. خب بر صورت با وجودی که در حدود فکر میکنم 1,500 یا 2,000 یا بیش از او تماشاچی آمده بودن، اما از احمد زایر درک نبود. خب بر صورت کنسرت تنها خانم جیلا خان و احمد زایر نخوان. بعد از ختم کنسرت من همراه دوستم عمر سلطان
کال موینی فرنگی وزارت اطلاعات است و او گیتار می نواخت. خواه. و آقای فرید زلان کال یک موزیسین بسیار معروف است در جامعه مخصوصاً ایرانی و افغانی. و افغانی بله. و ما رفتیم همه خیلی فامیلی بود که احمد ظاهر به رستوران خیبر رفته. خواه. رفتیم و برش گفتیم که چرا این کار کردی؟ او گفت که من از این نمی ترسیدم یا خوف حراسم نداشتم که اگه این کنسرت مختل می ساختن بخاطر که من ما شما کدام پولی دریافت نمی کنم از این کنسرت، اما من از این ترسیدم که نشه که اکثر مسئلین پوهنتون که طرفدار ما بودن اینا به جان از این 6-7 نفری گروپ مزدور مفتادن و در بند یک جنگ و جدال می شد و این منجر به شاید به خونریزی می شد. بله. و یک مظاهره می شد و او بسیار هوشیارانه حرکت کرد، بدون شک، یعنی همین کنسرت به اصطلاح تحریم کرد، اما نخواست که این سبب ازی شود تا یک اختشاش برا بفته. چرا هم وقتا شما میفهمید که مظاهرات هم بسیار زیاد بود و مخصوصا گروپ های چپی اینا پشت یک بهانه میگشتن. بله بله، بله بدون شک. و از این قصه یا از این داستان ها و از این خاطرات من بسیار دارم، بسیار زیاد دارم، خاطرات بسیار جالب دارم از شوخی هایش. هم از ظاهر یک هنرمندی بود که شما اگر در یک محفل میشیشت ولو که نمیخواندم شما از صحبت از اون لذت میبردیم. باور میکنیم کستای خانگیش که حال آدم میشنوه صدای احمد زایر حتی قصه هایش خنده هایش صحبتش توهم با آدم میشنوه صحبتش کش توهم با خنده بود. اگر بگویم که از زیاد حرف زدن که زیاد میخندید یعنی مبالغه نمیکنم، یعنی واقعا یک هنرمند یکه بود و یک هنرمند ناب بود و همچنانی که میگن تا جهان است، ما فکر نکنم که اگر سالها بگذره نه کس میتونه با آواز زو رسیدگی کنه و نه کس میتونه امو هنر و امو نالج و امو فهم و امو درایت زوره. و اقدر انسان تیزهوش و اقدر انسان یعنی با استعداد بود. شما باور کنین که من شاهد هستم که احمد ظاهر بر 15 دقیقه یا 20 دقیقه که میشیش هیچ امکان نداشت که یک آهنگ نسازه. واو، نام خدا. و دلیل از اینکه ما هم با تاسف که فوت کردن، با تاسف که شهید شدن، ولی هیچ وقت انسان های خوب نمیمانند. بله. این شما باور کنید که یک از دلایلی که ما هم بسیار علاقه پیدا کردم برای شعر گفتن این بود که احمد ظاهر وقتی که یک آهنگ میساخت میگفت زود باید برای شعر پیدا کنیم. و در افغانستان شما میفهمید در وقت یک چند مجله ایرانی بود یا بعضی کتاب های بسیار محدود بود که آدم به اون دسترسی داشتن و ما کوشش میکردیم تا همین بعض آهنگایش من خودم شخصا در حدود 30 آهنگش رویش شعر گذاشتیم یا تصنیف کردیم. من فکر میکنم این آهنگ اشکوهای من هم بله، تو قطره‌های باران است. بله، شش از شماست. بله، بله، بله. بله. دیگه چیز دیگه که امروز سوء تفاهم پیش کرده است که در رادیو افغانستان تیپا یا ویدیو خانه تیپایی که در آرشیف موجود بوده و هر کس مثلا یا آهنگ خوانندش کیست، شاعرش کیست و کمپوزیتورش کیست، اینا رو همیشه بعدا اینا رو دستکاری کردن. به می دلیل اکثر آثاری که چاپ میشه بله. مثلا بسیار آهنگایی را خود احمد ظاهر ما یک چیز براتون بگم که در آهنگسازی ما یعنی با افتخار براتون میگم، به صراحت لهجه میگم که همچنان که احمد ظاهر بهترین آواز داشت، احمد ظاهر بهترین آهنگساز بود بدون شک. آهنگش نمیدانم برای بله. کی بخندم، نمیدانم برای کی بگیریم، ای واقعا یک چیزی ساده نبود و هیچ آهنگساز ما فکر میکنم به پایی از اون نمیرسه، نمیرسید که بتونم تو یک آهنگ بسازم با این توانایی. بله، یعنی واقعا اگر آدم متوجه شود ات یک آهنگ قوی است بدون شک و ای آدم ای آهنگ تو نشد اکثر از یک ماه کار کرده باشه، یک هفته، یک روز. خداوند می زکاوت برای شمیر واقعا توفه داده بود، ولی با تاسف که احمد ظاهر دشمنای خدا نشناخت و با تاسف که از پیش ما رفت و واقعا همه امروز حتی اولادای ما تاثر و تاسف برش میکنن. راست میگی. به اجازه تلفن دیگه بفرمایید. تلویزیون